توقع اضافی از یه دامپزشک خواهشن نداشته باشیم. من نه دامپزشکم. بعضی فکر میکنن که یه دامپزشک باید معجزه بکنه. من دلم میسوزه. بنده خداها پرنده ها اونقدر حساسن، بعد اون وقت اینا باید هر روز کیس هایی رو داشته باشن که طرف مثلا خیلی هم دوستش داره حیوانش رو، ولی توقع معجزه داره. اگر پرنده ای با حال وخیم و اینا داری، کیسیه که تو این شرایط مراجعه کردید به یه دامپزشک، خواهشن ازش توقع نداشته باشید که معجزه بکنه. توتیا خیلی حساسن و مقصر اول خود شمایید، اینو همیشه در نظر بگیرید که اینطوره. اما یه دامپزشک خوب هم همیشه باید انتخاب بکنید. یه دامپزشک خوب خب کارهای خیلی زیادی از دستش برمیاد. خوددرمانی، موضوع خوددرمانی که خیلی مهمه، ولی چیزایی که میخواستم در رابطه با خوددرمانی بگم یادم رفته. فقط خلاصه بهتون میگم که خواهشن خوددرمانی نکنید. و ببینید، یه دامپزشک وقتی که با توجه به حال و وضعیت پرنده شما داروهایی رو تجویز کرد، حتی خودش هم شک داره. اینو همیشه بدونید، یه دامپزشک به داروهایی که برای توتی شما تجویز میکنه همیشه خودش شک داره. به خاطر همین به شما میگه که بعد از یه روز یا دو روز اگر دیدی رو به بهبودی نرفت، بیار من داروهاشو عوض بکنم. خب شما باید به این حرفا، به این مسائل عمل بکنید و بدونید که علم دامپزشکی در رابطه با پرنده های زینتی قدمت زیادی نداره. نهایتاً 70 ساله که در رابطه با پرنده‌های زینتی تو دنیا داره تحقیق میشه در رابطه با بیماری‌هاشون خودشون، و یعنی ما در اصل اول راه هستیم. پس توقع زیادی از دامپزشکان نداشته باشید. و اگر حال پرندتون ظرف یکی دو بار مصرف اون داروها رو به بهبودی نرفت، بدونید که نباید اونو ادامه بدید. فوراً مراجعه بکنید و اگر دیدید که با داروهای جدید داره بهتر میشه، کامل اون داروها رو مصرف بکنید. این خیلی مهمتره. باز اگر شما فکر کنید که خب توتیه داره خوب میشه، الان یه هفته از خودش غذا میخوره، رو به چاق شدن رفته، وضعیتش بهتر شده، دیگه داروها رو قطع بکنم چون ممکنه کبدش آسیب ببینه یا ضعیف بشه، این اشتباه بزرگیه. شما با این کار دستتون رو کردید برای اون ویروس ها، باکتری ها و اون چیزایی که داخل بدن پرنده میخواستن ضعیفش بکنن. وقتی دارو قطع بشه و اونا کاملا به این نرفته باشن، اینه که نقشه جنگیتون رو به اونا نشون دادید. اونا دوباره این بار قوی تر حمله میکنن و وای که من واقعا چه ضررهایی بابت این موضوعات دادم، که اینا خیلی قدرتمندتر این بار به پرندهی که داشته خوب می شده حمله می کنن و این بار دیگه یا باید یه آنتیبیوتیک خیلی قوی تر مصرفشه، یا اینکه متاسفانه در اکثر موارد جواب نمیده، دیگه پرنده